اعلام طرح زیربنای افغانستان تا 6 ماه آینده. یک پلان زیربنای ملی افغانستان ایجاد کنیم که به اساس از هشدار انترپول به فراری های کابل بانک. شاید روان کنم وعده دادم. و درگیری نیروهای کرد با داعش در کوبانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبتان بخیر. امروز شنبه دهم عقرب سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با اول نوامبر سال 2014 میلادی. پرساب رحمی هستم با مجموعه خبری این ساعت. رئیس جمهور غنی میگوید ظرف 6 ماه دیگر پلان زیربنای ملی افغانستان را ایجاد می کند و این نیز یادآور می شود که با شورای ملی بحث خواهد کرد تا تصویب بودجه انکشافی از 1 سال به 3 سال بدل شود. آقای غنی میگوید در دیدار با مقامات چین به توافق رسیدند تا با استفاده از تجربه این کشور پلانی را برای عملی کردن کارهای زیربنایی ایجاد کند. رئیس جمهور همچنان تاکید کرد که با کمک کشور چین افغانستان به 4 راه آسیا مبدل خواهد شد. حمید صدیقی با شرح بیشترین خبر. رئیس جمهور غنی امیدوار است که سفر وی به چین دستاوردهای زیادی به همراه خواهد داشت. وی میگوید افغانستان توافق کرده است تا به گونه مستقیم از راه زمین با چین وصل شود و به این گونه افغانستان به چارای آسیا مبدل گردد. چه دیوخان کوریدور باندې عملا مطالعات پیل سی، چه مګورو چه آیا مو کولای شو چه په مستقیم ډول چین ته ورسیږو. چارای آسیا د قرن 21 معنیشیست که پایپلین ها، خطوط آهن، شبکه های برق و معاملات بانکی و تجارتی همه در افغانستان انجام شده بتونه و از این جهت تغییر جغرافیای افغانستان به جغرافیای اقتصاد سیاسی که به اساس از او ما بتانیم نقطه وصل آسیا شرقی، آسیا مرکزی، آسیا جنوبی و آسیا غربی باشیم. رئیس جمهور همچنان از ایجاد پلان زیربنایی کشور تا 6 ماه دیگر خبر داد. در 6 ماه آینده یک پلان زیربنای ملی افغانستان ایجاد کنیم که به اساس از او تمام افغان ها بدانند که به صورت عادلانه و متوازن پیشرفت زیربنای افغانستان چه رقم عیار خواهد شد و با شورای ملی امید است به موافقه برسیم که بودجه انکشافی ما از چارچوب 1 ساله به چارچوب 3 ساله مبدل شد. از سوی هم رئیس جمهور غنی از تلاش برای همکار بودن دو رقیب اقتصادی چین و آمریکا در افغانستان نیز سخن میگوید. نقطه دوم بنیادی ما ایست که چین و ایالات متحده آمریکا در افغانستان با هم همکاری خواهد کرد. چون قسمی که گفتیم سیاست فعال خارجی ما بر این مبناست که افغانستان نقطه همکاری 5 حلقه سیاست خارجی ما را تشکیل می‌دهد. رئیس جمهور میگوید برای عملی شدن این برنامه ها حیاتی از جانب افغانستان و چین تعیین می شود. رئیس جمهور غنی تاکید می کند که آوردن صلح در کشور آسان نیست، اما تن دادن به گفتگوهای صلح اجباری است و بار دیگر طالبان را مخالفان سیاسی حکومت افغانستان خطاب کرده و یادآور می شود که تلاش های صلح با این گروه ادامه می یابد. اما رئیس جمهور هشدار داد آنان که می خواهند افغانستان را به میدان جنگ مبدل کنند در مقابلشان استادگی صورت خواهد گرفت. باز هم حمید صدیقی با شرح بیشترین خبر. رئیس جمهور غنی پس از سفر از کشور چین در یک نشست خبری گفت که تن دادن به صلح در کشور اجباری است، اما کار آسان نیست و این میگوید که میزان همکاری پاکستان در این زمینه به زودی مشخص می شود. صلح آسان نیست اما اجباری است. اگر آسان می بود در سالهای گذشته انجام می شود. میزان همکاری پاکستان در هفته‌های آینده معلوم خواهد شد. چون یک قسمت اراکین بلند رتبه پاکستان آمدن و خواهند آمد. زمینه سفر کاری ما با پاکستان در حال آمادگی است
و ما می خواهیم که اقدامات کوتاه مدت، وسط مدت و دراز مدت در داخل یک نقشه کاری منسجم صورت بگیره. رئیس جمهور غنی تاکید میکند که افغانستان هرگز اجازه نخواهد داد تا از افغانستان علیه کشور دیگر استفاده شود، اما کشورهای همسایه نیز همین انگیزه را داشته باشند. مقدار گرمی از این مناسبات متقابل است. افغانستان به هیچ کس اجازه از این نخواهد داد که از خاک افغانستان مقابل یک دولت دیگر یا یک نهاد مشروع بین‌المللی سوء استفاده شد. و امید است که همسایه ما و همکارای ما به عین اصل برسند. رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد که طالبان مخالفان سیاسی حکومت افغانستان هستند، اما کسانی که در مقابل نظام بجنگند با برخورد مواجه می شوند. هر کسی که با نظام مشکل داشته باشه مخالفت سیاسی داره اساس شد. مخالف سیاسی با مخالف مسلح بدل میشه. از نگاه وطن پرستی، از نگاه اعتقاد به دین مبین اسلام و از نگاه آینده دیدگاه مشترک داریم. اما برای که دولت چی رقم تشکیل شد، چی وظایف را انجام بده و یا به چی شکل جامعه ما اداره شد، نظریات مختلف در جامعه ما وجود دارد. دلیل از این که حکومت وحدت ملی تشکیل شد از خاطر چیست؟ از خاطر که از اختلافات جلوگیری شد و به اجماع سیاسی برسیم. معلوم دارد کسایی که میخوان که افغانستان به میدان جنگ مفکورهای واهی بدل کنند، مقابل از اونا با صف واحد و با عزم راسخ ایستاده میشه. رئیس جمهور امیدوار است که نشست کشورهای قلب آسیا اقدامات عملی برای گفتگو با مخالفان را ایجاد کند. رئیس جمهور میگوید که ایجاد حکومت وحدت ملی ثابت ساخت که افغانستان میتواند مستحق صلح و رفاه باشد. رئیس جمهور افغانستان امیدوار است که محاکم درباره پرونده کابل بانک فیصله عادلانه کنند. اشرف غنی میگوید به زودی نتایج بررسی های این پرونده در یک نشست مشخص خواهد شد. همزمان با این پلیس انترپول تلاش ها برای گرفتاری 7 متهم پرونده کابل بانک پیشین را در بیرون از افغانستان آغاز کرده است. نصرت پارسا در این باره جزئیات میدهد. کابل بانک یک زمان نام بزرگترین بانک خصوصی افغانستان بود. حالا نام یک پرونده جنجالی در افغانستان است. پرونده‌ای که در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی از سوی رئیس جمهور غنی از سر باز شد. آقای غنی ابراز امیدواری می‌کند که محاکم درباره این پرونده فیصله عادلانه خواهند کرد. دوسیه کابل بانک زیر تعقیب است. مراحل قانونی خود به صورت اساسی طی می‌کند و ما امید قوی داریم که محاکم افغانستان در این بخش فیصله عادلانه صادر کند. انشالله تعالی افغانستان دوباره شاهد یک بحران بانکی نخواهد باشه. دستور گرفتاری 37 تن از متهمان این پرونده به انترپول رسیده است، اما 7 تن این افراد از سوی پلیس شناسایی و تلاش ها برای گرفتاریشان آغاز شده است. از میان این 7 تن 2 تنشان شهروندان هندی اند و متبقی به شمول قدیر فطرت، موسا غازی و شکرالله شکران اتباعی افغانستان اند. موسا غازی رم که جای محل ازیر ما دریافت کردیم که در سان فرانسیسکوس بری فعلا و اسناد و مدارک از یار ما دریافت کردیم. بعضی اسنادهای از یار فوتوهای از یار و اسناد و مدارکی که پاسپورتای از یار و بعضی گپای از یار بود یه هم به دست ما آمده و ما در 191 کشور جهان که ارتباط داریم امری گرفتاری از یار صادر نمودیم. انترپول میگوید به شمول موسا غازی برخی این متهمان پاسپورت های خارجی دارند. در صورتی که این متهمان دارنده تابعیت آمریکا نیز باشند، آیا آمریکا حاضر به بازگرداندن آنان به افغانستان خواهد بود؟ بسیاری از دو پاسپورت است شاید روان کنند و وعده دادند. اگر روان نکنند باز یک مقرره دارد که در مملکت خود ایده محاکمه میکنند. باز ما میتونیم قضا و سانوالی نمایندیش رو روان کنند. انترپول میگوید اگر در غیاب متهمان فراری پرونده کابل بانک فیصله صورت گیرد، آنان بر راحتی این افراد را بازداشت خواهند کرد. به گفته رئیس پلیس انترپول در افغانستان، انترپول هند و آمریکا وعده کردند که درباره گرفتاری و بازگرداندن متهمان این پرونده با افغانستان همکاری جدی خواهند کرد.
عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به فساد اداری، ضعف مدیریت و سوء استفاده از مقامش متهم شد. با این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان با انتقاد شدید از رئیس مجلس خواهان استعفای وی از این سمت شدند. اما رئیس مجلس نمایندگان اتهامات وارده را رد کرده میگوید که هیچگاه خلافکاری نکرده است. عبدالعزیز کریمی با جزئیات بیشترین خبر. شمار از اعضای مجلس ادعا دارند که عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان دستش با فساد ملوث بوده و در مدیریت مجلس نیز ضعف دارد. آنان میگویند که رئیس مجلس صدها هزار بودجه مجلس را سوء استفاده کرده است. شامل ساختن اعضای خانواده در کرسی های دولتی و برخورد سلیقوی با اعضای مجلس از موارد دیگر است که از سوی برخی از اعضا بر آقای ابراهیم اتهام زده می شود. من متهم میکنم به اساس سوء استفاده از صلاحیت که رئیس صاحب از صلاحیت وظیفه‌ای خود سوء استفاده میکنه، یا یک صندوق مانده شود، رای گیری شود، این موضوع حل شود، در غیر از ما قانع نیستیم، و یا خود رئیس صاحب محترمانه خودش استعفا بده. سوء استفاده از وظیفه مالک ملیاری پشده بلن منزل آباد کرده، با سفرهای بلکه روپه از بودجه پارلمان سوء استفاده کرده، به توافق سیاسی در اینجا آمد، بناهن از شما خواهش میکنیم به یک توافق سیاسی از چوکی برطرفش کنیم. اما رئیس مجلس نمایندگان با رد این اتهامات میگوید که هیچگاه خلاف قانون کار نکرده است. بهتان تهمت در حق مسلمان درست نیست. شما در مورد شخصی ما گفتین که 10 نفر اعضای فامیل خود در سفر برده، 10 نفر چی که 1 نفرم نبردیم. مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی را نیز در 7 ماده تصویب نمود. رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان میگوید که در ماده 4 این قانون تعدیل از 6 ماه تا 1 سال حبس برای کسانی که اطفال را در قطعات نظامی استخدام میکنند وضع شده است. رویدادهای خارجی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان میگردد. درگیری نیروهای کرد با داعش در کوبانی با وارد شدن پیشمرگه‌های عراقی به این شهر شدت یافته است. نخستین کاروان نیروهای کرد عراق وارد خاک سوریه برای همکاری با کردهای سوری در مبارزه با داعش در شهر کوبانی شدند. این در حالی است که رئیس جمهور ترکیه میگوید ائتلاف بین‌المللی علیه گروه داعش بیش از حد به شهر کوبانی در سوریه متمرکز بودند، در حالی که نیاز است به مناطق تحت تصرف این گروه در عراق نیز توجه شود. یک کاروان نزدیک به 150 نیروی پیشمرگه کرد شب جمعه از راه خاک ترکیه برای شکستن محاصره گروه دولت اسلامی و کمک به کردهای سوری وارد سوریه شدند. هرچند این شهر از اهمیت راهبردی اندک برخوردار است، اما این شهر به یک نقطه تمرکز قوی بین‌المللی در مبارزه علیه داعش بدل شده است. این در حال است که پیش از این رئیس جمهور ترکیه در پاریس با همتای فرانسویش از توجه بیش از حد ائتلاف بین‌المللی در مبارزه با گروه دولت اسلامی با کوبانی انتقاد کرده و خواهان توجه این ائتلاف در مناطق دیگر نیز شده است. بودا کوبانی مسئله سیدر. چرا تنها به کوبانی این همه توجه می شود؟ اما به شهرهای دیگر همچون ادلب، حما یا حمص و شهرهای دیگر توجه نمی شود، در حالی که 40% عراق تحت تصرف گروه دولت اسلامی است. رئیس جمهور فرانسه نیز سخنان همتای ترکیه‌اش را تبارز داده است. رئیس جمهور اردوغان راست میگوید، شهرهای دیگری نیز است که امروز از سوی داعش در سوریه تهدید می شود و برای ما شهر کلیدی در میان آنها الیپو است. اخیراً چاک هگل وزیر دفاع آمریکا هشدار داده است که سیاست آمریکا در سوریه به دلیل متزلزل بودن موضع واشنگتن در برابر نظام بشارالاسد در معرض شکست قرار دارد. رویدادهای اقتصادی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می گردد. افغانستان با ایجاد راه ابریشم به بزرگترین بازار جهان وصل می‌گردد. برخی از آگاهان اقتصادی با ابراز این مطلب می‌گویند این شاهراه افغانستان را قادر می‌سازد تا قیمت کالاهای وارداتی در این کشور کاهش یابد. به گفته این آگاهان با باز شدن این راه واردات افغانستان کاهش و صادرات افزایش خواهد یافت. اینجا جاده سنتی راه ابریشم است که افغانستان را با چین وصل می‌کند. در شماری از بخش‌های این راه تا اکنون مردم موتر را ندیده‌اند.
مقامات افغان و چین توافق کرده اند تا جاده سنتی ابریشم باز شود. گفته می شود با ایجاد این شاهراه هزاران شغل جدید به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد شد و زمینه کار و افزایش درآمدهای اقتصادی به سرعت مهیا می گردد. اگر راه مستقیم ما با چین باز شود، من یقین دارم که با او حجم کلانی که چینایی ها صادرات دارند و واردات می خواهند داشته باشند، مواد خام ما را یا مواد مورد نیازی را که از ما و می خواهند، حجم تجارت ما با چین شاید 10 برابر فعلی شود. به گفته آگاهان اقتصادی، با ایجاد راه ابریشم محصولات مختلف صادراتی افغانستان به بازارهای چین راه یافته و این خود سبب می شود تا صادرات افزایش و افغانستان از یک کشور کاملا مصرفی به طرف تولید شدن حرکت نماید. در افغانستان تولیدات با لدیل ارنه چین تزی دی چین نبا مالونه افغانستان تا منځنی آسیا تا او نور هوادو تا پاکستان تا او نور هوادو تا زی. کالاهای تجارتی افغانستان اکنون عمدتاً از مسیرهای دشوارگذر وارد می شود که از امنیت لازم مالی و جانی برای بازرگانان برخوردار نمی باشد. ایجاد این شاهراه افغانستان را قادر می سازد تا زمانی که زیربناها و تأسیسات اقتصادی خیش را خود می سازد، از زیربناهای صنعتی کشور همسایه یعنی چین با هزینه کمتر اموال خام و سایر فراورده های معدنی و غیر معدنی کشور را صادر نموده و دوباره برای استفاده به کشور بازگرداند. اکنون هم توجه کنیم به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 57.65 پول، 1 یورو 72 افغانی، 1 پوند انگلیسی 90.80 پول، 1 درهم امارات 15.55 پول، 1000 تومان ایرانی 17.70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 558 افغانی. روز های ورزشی را همکارم صدری کاظمی تقدیمتان میکنم. بفرمایید آقای کاظمی. تشکر. شب شما بخیر. شب شما بیننده عزیز هم چنان خبرهای ورزشی بعد از وقفه کوتاه. با سلام، خوش آمدید به خبرهای ورزشی. جامعه ورزشی افغانستان در یک شوک بزرگ قرار گرفت. قتل محمد الیاس امینیار، ملی پوش سامبو کرش افغانستان، به شدت جامعه ورزشی را تکان داده است. گزارش داریم که ببینیم. مراسم فتح خانی محمد الیاس امینیار، ملی پوش و مدال آور رشته ورزشی کرش سامبوی افغانستان، با حضور دوستان و نزدیکان وی و البته در حضور مقامات ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک، ضمن ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت آن به خانواده این ورزشکار و جامعه ورزشی افغانستان، از نهادهای دولتی خواستار توجه بیشتر برای حمایت از ورزشکاران کشور گردیدند. امیدوار هستم که این قتل‌ها کدام قتل‌های زنجیره‌ای نباشه و امیدوار هستم که این قتل‌ها انگیزه‌های سیاسی و انگیزه‌های رقابت‌های غیرمشروع را نداشته باشه. ما تقاضای همکاری همه جانبه را در قسمت تامین امنیت ورزشکارای عزیز، نهادهای ورزشی و انجمنها و مجامعی که ورزشکارای ما با او سر کار دارن به شدت باید تامین بکنه. در همین حال تعدادی از دوستان محمد الیاس و البته مسئولین فدراسیون کرش سامبوی افغانستان نیز با از آن به این مسئله که در طول چند ماه گذشته چندین ورزشکار مدال آور کشور از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند، خواستار رسیدگی عاجل به این قضایا گردیدند. امیدوار هستیم پایان قتل‌های ورزشکاران و قهرمان‌های ورزش افغانستان باشه. مثل که چند وقت پیش قتل زنجیری سیاستمدارای ما را سر دست گرفته بودند، حال متاسفانه که از ورزشکارای ما را روی دست گرفت. محمد الیاس امینیار در طول سال‌های گذشته موفق شده بود که بیشتر از 20 مدال مختلف از رقابت‌های گوناگون در رشته‌های کرش و سامبو برای افغانستان برمغان بیاورد. و اینکه رقابت‌های کرکت 4 روزه سرتاسری افغانستان با برگزاری دیدارهای تیم‌های اسپینغر و بندامیر ادامه پیدا کرد. در روز نخست این رقابت‌ها تیم بندامیر موفق شد که 252 دوش را به عنوان هدف برای تیم اسپینغر تعیین کند. کریم صادق با ثبت 83 دوش و عمران جنت با ثبت 43 دوش بهترین عملکرد را در میان
تیم بنده امیر در این رقابت‌ها از خود بر جای گذاشتن. اما در مقابل تیم اسپینغر موفق شد که با عملکردی چشمگیر زمینه تکمیل نمودن هدف تعیین شده 384 دوش را به عنوان هدف برای تیم بنده امیر تعیین کند و برنده این دیدار شد. نسیم سرخرودی موفق شد که در این دیدار 125 دوش را انجام داد و نقیب الله ننگرهاری نیز با ثبت 51 دوش دومین کرکتر باز تیم اسپینغر بود. در رقابت‌های کرکت 4 روزه هر دو تیم فرصت دارد که در مقابل هدف تعیین شده تیم حریف به رقابت بپردازند. در صورتی که در مرتبه دوم نتواند هدف را تعیین کند، جای خود را به تیم بعدی خواهد داد. با سپاس از همراهیتان و حال همکار پریسا با وضعیت آب و هوای کشور. کابل ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6. هرات ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 16. کندهار نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. و سرانجام غزنی ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 6 پیش بینی شده است. از امروز به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. شب شما خوش. خداوند نگهدارتان. شبتان بخیر.